مرحوم آیت الله صدر بدون شک یکی از چهره های برجسته جهان اسلام بود. صرفا یک روحانی نبود، یک مجتهد فقط نبود، بلکه یک امیدی بود برای آینده اسلام و به خصوص برای آینده عراق و ملت عراق. یکی از اون شخصیت‌های کم نظیری بود که فقاهت اسلامی رو با اندیشه جدید و نوآوری در مسائل و با شجاعت و با دیانت و تقوا همراه داشت. بنده اون شهید بزرگوار رو در سال 36 یعنی 30 سال قبل در نجف دیدم. اون وقت جوانی بود 24-25 ساله و در همون سن این مرد معروف بود به فضل و تسلط بر مبانی اسلامی و فقاهت. من تعجب می کردم که یک مرد جوانی در این سن چطور مورد احترام قاطبه فضلاست، اما بود. از افراد متعددی در اون روز ما می شنیدیم که ایشون یک مجتهد قوی است و گمان می کنم در همون اوقات یکی از این دو کتاب، شاید فلسفتونا رو نوشته بود یا منتشر کرده بود یا گفته می شد که نوشته و بناست منتشر کنه. یه چنین چیزی در ذهنم هست. اجمالا یک چهره اینقدر برجسته‌ای بود در صحنه علمی. در همون اوقات معروف به تقوا و دیانت هم بود، یعنی به عنوان یک چهره متدین متقی و یک جوان نازنین در حوزه نجف معروف بود. و این انسان با همون مایه از استعداد و علم و اخلاق و تقوا سالیان متمادی کار کرده بود، درس گفته بود، شاگرد تربیت کرده بود، کار سیاسی کرده بود، کار تشکیلاتی کرده بود، در مسائل سیاسی عراق وارد شده بود، مسائل جهانی اسلام رو فهمیده بود و دانسته بود، که البته اون مقداری که ما از شخصیت ایشون میدونیم یقینا کمتر از اونیست که بود. دلیلش هم اینه که هر وقت هر مقاله‌ای یا نوشته‌ای از ایشون رو منتشر کردن و جدیداً یه چیزی از ایشون دست ما آمده، باز احساس احترام بیشتری نسبت به ایشون پیدا کردیم. یه چنین چهره ای، یک چنین عنصری که واقعا یکی از بزرگترین جرائم رژیم عراق این بود که این شخصیت بزرگ رو این جور با این وضع فجیع به شهادت رسوند و از بشر و از امت اسلامی او رو گرفت. بحث اختلاف نظر سیاسی مطرح نیست. خب در همه جای دنیا حکومت‌ها با مخالفین خودشون یه برخوردهای خشنی گاهی دارن، اما در همه جای دنیا هم روی شخصیت‌های علمی برجسته و بزرگ یک ملاحظاتی هست. اینجور راحت گل‌های استثنایی رو پرپر نمی‌کنن. اینجور راحت یک نهال استثنایی، یک انسان استثنایی رو قلع و قمع نمی‌کنن و رژیم مجرم و قسی القلب و شقی حاکم بر عراق این کار رو کرد و به خود او هم اکتفا نکرد. خواهر او که او هم یک زن برجسته‌ای بوده، اونطوری که نقل میکنن واقعا مناسب و زیبنده خواهری مرحوم صدر بوده، او رو هم با وضع فجیعی شهید کرد. که البته حرفها و روایات در مورد کیفیت شهادت این خواهر و برادر زیاده، که چون من یقین ندارم به خصوصیات اونها و فجیع هم هست نمیخوام اونها رو نقل بکنم، اما شکی نیست که به وضع شدیداً مظلومانه ای این انسان بزرگ رو از دست ما جامعه اسلامی و ملت عراق به خصوص گرفت.